بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. انسان در طول زندگی دنیایی خود می کوشد تا خود را از گزند بیماری ها دور داشته و سالم بماند تا زندگی آسان و سعادتمندی داشته باشد. انسان پرهیزکار نیز همین حالت را دارد، چرا که پرهیزکاری نفس و جان آدمی را از نافرمانی خدا و گناه که انسان را در ورطه هلاکت گرفتار و او را در دو دنیا دچار شقاوت می کند دور می دارد. قرآن کریم فرموده و من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی کسی که با تقوا باشه، یعنی خدا رو در نظر داشته باشه. مثلا خدا رو در حد همسایه‌ای که داره میبینه به حساب بیاره. بدون خدا هست، داره میشنوه، همون صدای آهسترم میشنوه، داره میبینه، ذره بینم لازم نداره. خدا چش نداره، گوش نداره، اما میبینه، میشنوه. تقوا معناش اینه. کسی که اینجوری باشه یجعل له مخرجا، خدا اینو آخرش نجاتش میده، تو گرفتاری نمیمونه، نجاتش میده. معناش این نیست که مشکلات نداره، دنیا یعنی مشکلات. شما هیچ جوانی نمیبینید، هیچ نوجوانی، هیچ مرد، هیچ زن، پولدار، فقیر، الا مشکلات داره. دنیا مال مشکلات، بهشت که مشکلات نداره. اینجا تو دنیا آدم اگر با تقوا شد خدا نجاتش میده، فرقی هم نمی کنه مرد باشه یا زن باشه، جوان باشه یا پیر باشه، پولدار باشه یا فقیر باشه، دانشجو باشه یا محصل باشه، کارمند باشه یا کاسب باشه، عالم باشه یا جاهل باشه. هر کسی در چارچوبه خودش، در محیط خودش، در وضع خودش سعی کنه این مطلب رو به خودش بباورونه که خدا هست، داره میبینه، داره میشنه. و همین خدایی که داره میبینه چیکار جلوش آدم میکنه؟ خدایی که داره میشنوه چه تصرفی انسان میکنه؟ با این انگیزه، با این توجه، اگه کاسبه، اگه عالمه، اگه دانشجوه، اگه محصله، اگه استاده، تصرف کنه، این آدم موفق میشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، آخرش هم نجات میاد، نمیمونه تو گرفتاری. گرفتاریش کمتر خواهد بود، دنیاش بهتر از دیگران خواهد بود، از نظر روحی روحیش بهتر خواهد بود، هیچ وقت این خودکشی نمی کنه، هیچ وقت تیمارستانی نمیشه، از نظر آخرت هم سعادتمنده. یک مثال تقوا، این شما و آینده زندگیتون. سلام، با برنامه دیگه ای از مجله تصویری افق مرجعیت در خدمت شما هستیم. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
شجاعت حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام در خواهرش زینب سلام الله علیها نیز بود. شیخ شوشتری در این رابطه میگوید اگر امام حسین علیه السلام در صحنه کربلا یک میدان نبرد داشت، زینب سلام الله علیها پس از آن واقعه جانسوز دو میدان نبرد داشت، یکی مجلس ابن زیاد ملعون و دیگری مجلس یزید پلید. جشن میلاد امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام در بیت آیت الله العظمی شیرازی، بیانیه شیعه رانسماچ در دفاع از حقوق شیعیان قطر و ساماندهی کاروان زائران حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیها توسط دفتر آیت الله العظمی شیرازی در اخبار و رویدادهای این برنامه. دیدار هیئت نمایندگی دفتر حضرت آیت الله العظمی شیرازی با زائران پیاده حرم امام رضا علیه السلام. کاروان زائران پیاده بارگاه ملکوتی امام هشتم علیه السلام از شهرهای کربلا، نجف، بصره و سماوه عراق در مسیر حرکت خود در شهر گرمسار با هیئت نمایندگی دفتر مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی دیدار و از سوی این هیئت مورد پذیرایی قرار گرفتند. این کاروان متشکل از هیئات ام الحسن فاطمه الزهرا علیها السلام، شیعه امام علی علیه السلام و ام البنین سلام الله علیها هفته گذشته پس از دیدار با مرجع عالی‌قدر در شهر مقدس قم برای عرض تسلیت شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام راهی مشهد مقدس شده بودند. اعضای این کاروان برای زیارت حرم مطهر امام رضا علیه السلام مسیر 1700 کیلومتری مهران تا مشهد را پیاده طی خواهند کرد. محکومیت انفجارهای اخیر تروریستی عراق توسط دفتر آیت الله العظمی شیرازی در کربلا. دفتر مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی در کربلای معلا با صدور بیانیه‌ای انفجارهای اخیر تروریستی عراق که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها انسان بیگناه شد را محکوم کرد. این دفتر در بیانیه خود ضمن برشمردن موارد و راهکارهایی برای رفع نابسامانی‌های موجود این کشور آورده است، امواج خشونتبار شهرهای کاظمین، بغداد، حله، بصره و دیگر مناطق عراق را در میان گرفت و زنان، کودکان، نمازگزاران مساجد و زائران و سوگواران امام حسین علیه السلام، امام موسی کاظم علیه السلام و حضرت جواد علیه السلام را به خاک و خون کشاند، آن هم بدون هیچ توجیه عقلی، شرعی و انگیزه های وجدانی. با در نظر گرفتن شرایط دردناک جاری و به منظور مهار سرکشی دشمنان کشور در کشاندن عراق به چرخه جنگ خانگی، تحقق شتابان مواردی چون احقاق حق مظلومان و ستم دیدگان، ارائه آزادی گسترده، تشکیل اتاق بحران و حل بحران‌های سیاسی ضروری به نظر می‌رسد. محکومیت تهدیدات حزب نجات پرست یونانی بر علیه مسلمانان. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده طی بیانیه تهدیدات نجات پرستانه حزب یونانی سپیده بر علیه مسلمانان را محکوم کرده و از دولت این کشور خواست تا برای برخورد قانونی با اظهارات ضد حقوق بشری این حزب اقدامات لازم را انجام دهد. این سازمان در بیانیه خود با اشاره به این مطلب که چون این تحرکاتی صلح و آرامش اجتماعی و زندگی مسالمت آمیز میان ادیان در اروپا را به خطر می اندازد، از نهادهای رسمی و ملی یونان می خواهد تا با برخورد خردمندانه خود از رفتارهای نجات پرستانه خشونتگرایان جلوگیری کرده و عاملان و آمران این رفتارها را به محاکم قضایی معرفی کنند. جشن میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام در بیت آیت الله العظمی شیرازی. همزمان با میلاد سراسر نور و برکت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، بیت مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی همچون قلوب تمام مؤمنین و آزادگان جهان غرق در شادی و سرور بود. در مراسمی که به همین مناسبت و با حضور معظم الله، علما، فضلا و عموم دوستداران و ارادتمندان اهل بیت علیه السلام برگزار شد، حاضرین ضمن گرامی داشت این روز این میلاد فرخنده را به محضر مقام مرجعیت تهنیت گفتند. ضمن این که در این گرد همایی مراسم عمامه‌گذاری تنی چند از طلاب علوم دینی
به دست مبارک آیت الله العظمی شیرازی برگزار شد. ساماندهی کاروان زائران حرم مطهر حضرت زینب علیها السلام توسط دفتر آیت الله العظمی شیرازی در آستانه شهادت جانگداز بزرگ پیام‌آور واقعی عظیم کربلا حضرت زینب علیها السلام و به منظور حمایت از خاندان رسالت در برابر بدخواهان و معترضان به ساحت اهل بیت علیهم السلام، هزاران نفر از شیعیان کشورهای ایران، عراق و سایر کشورها توسط دفتر مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی در قالب کاروان عزاداری، ساماندهی و رهسپار کشور سوریه و منطقه زینبیه شدند. این زائران که در جهت عمل به رهنمودهای آیت الله العظمی شیرازی برای اقامه شعائر حسینی و با وجود خطرات موجود راهی حرم مطهر حضرت زینب شده اند، به محض ورود به شهر دمشق مورد استقبال اعضای دفتر مرجع عالی‌قدر قرار گرفتند. این کاروان عزاداری در ایام اقامت میهمان دفتر حضرت آیت الله العظمی شیرازی در سوریه خواهند بود. مراسم عزای سال روز شهادت حضرت زینب سلام الله علیها در بیت آیت الله العظمی شیرازی همزمان با سال روز شهادت جانگداز عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا علیها السلام بیت مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی غرق در عزا و ماتم بود. در مراسمی که به همین مناسبت در محضر مرجع عالی‌قدر و با حضور جمعی از دلسوختگان اهل بیت علیهم السلام برگزار شد، حاضرین با مرثیه سرایی و نوحه خوانی این روز را به سوگ نشستند. گرد همایی فضلا و شخصیت‌های علمی و اجتماعی در ترکیه به مناسبت میلاد امام علی علیه السلام در سال روز میلاد پربرکت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام و به دعوت دفتر مرجع عالی‌قدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی در ترکیه گرد همایی با حضور فضلا و شخصیت‌های علمی و اجتماعی در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. در این گرد همایی حجت الاسلام شیخ جلال معاش با اشاره به فرمایشات و رهنمودهای مرجع عالی‌قدر بر ضرورت همکاری علما و شخصیت‌های دینی و علمی در این ایام خطیر که هجمه‌ها بر علیه اهل بیت علیهم السلام و پیروانشان افزایش یافته تأکید کرد. نماینده معظم الله در این جلسه ضمن معرفی سازمان دیدبان حقوق شیعیان جهان در واشنگتن آمریکا لزوم تأسیس سازمان‌های مشابه برای دفاع از حقوق شیعیان را از اولویت‌ها برشمرد و حاضرین را به تلاش بیشتر در جهت آشنایی جوانان با علوم اهل بیت علیهم السلام دعوت کرد. بحرین در حال تبدیل شدن به یک فلسطین ثانی است. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده با اشاره به افزایش نگران کننده سیاست سرکوب و آزار رژیم بحرین بر علیه اکثریت مردم این کشور که خواستار اصلاحات هستند اعلام کرد که با شرایط موجود این کشور در حال تبدیل به یک فلسطین ثانی است. این سازمان با برشمردن جنایات حاکمان بحرین در دو سال گذشته سناریوی حکومت این کشور را سناریوی شبیه به آنچه رژیم صهیونیستی بر علیه مردم فلسطین اعمال می‌کند دانست و از سازمان ملل و همه نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواست تا به یاری مردم ستمدیده بحرین بشتابند. در طی اعتراضات مردم بحرین تا کنون ده‌ها تن کشته و زخمی، هزاران نفر بازداشت و زندانی و 100 مسجد شیعیان تخریب شده است. از هدف قرار گرفته شدن مسلمانان شیعه در قطر جلوگیری کنید. سازمان دیدبان حقوق شیعیان جهان شیعه رایتس واچ وابسته به بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق شیعیان در قطر از دولت این کشور خواست تا مانع هدف قرار گرفته شدن این اقلیت مذهبی توسط افراطیون شود. شیعه رایتس واچ با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده بر علمای شیعه برای سخنرانی در ماه‌های اخیر، تخریب مساجد و قبور مورد احترام شیعیان به بهانه‌های مختلف، بسته شدن مراکز آموزشی شیعیان و دیگر موارد نقض صریح حقوق مذهبی و اجتماعی شیعیان در قطر از دولت این کشور درخواست کرده تا به وظیفه قانونی و انسانی خود برای برخورد با این اقدامات عمل کند. شیعه رایتس واچ وجود سیاست‌های فرقه‌ای در قطر را ضربه‌ای به جامعه و حکومت این کشور دانسته است. برای دیدن مجموع خبرها و خبرهای بیشتر می توانید به سایت www.shirazi.ir مراجعه کنید. بیننده ادامه برنامه باشید. سپاس از اینکه تا این قسمت برنامه با ما همراه بودید. نوبت میرسه به پخش آیتم نگاه. بیننده این بخش باشید.
الله الرحمن الرحیم. این جانب محمد عارف محقق کوشا، خدمتگزار دفتر حضرت آیت الله العظمای سید صادق حسینی شیرازی در افغانستان کابل هستم و نزدیک به 14 سال که تحت عنوان دفتر همین مرجع و مرجع فقید مرحوم حضرت آیت الله العظما سید محمد شیرازی رحمت الله علیه خدمتگزار مکتب اهل بیت عصمت و طهارت بوده و هستم. آغازین روزهای خدمات یا فعالیت‌های ما در افغانستان یا مربوط به افغانستان مربوط میشه به سال 1420 قمری که همزمان با ولادت بی بی دعالم فاطمه زهرا سلام الله علیها با ارشادات حضرت آیت الله العظمای سید صادق شیرازی مؤسسه تشکیل شد به نام مؤسسه امام هادی علیه السلام. در اون زمان تحت ارشادات و راهنمایی های این مرجع و عنایات مرجع فقید ما عازم افغانستان شدیم و بعض فعالیت های دینی و مذهبی و تشیعی را اونجا شروع کردیم. در سال 1380 اولین دفتر مرجعی را ما در کابل تحت عنوان دفتر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمای شیرازی اونجا تأسیس کردیم. شاید اولین دفتر مرجعی باشه که در کل افغانستان راه اندازی میشه، چون قبل از اون دفتر مرجعی به صورت رسمی نبود، مدرسه علمیه بود، نماینده و وکلای مراجع تقلید بود، اما کسی که به عنوان یک دفتر از طرف یک مرجع بخواد فعالیت بکنه وجود نداشت. و این کار ما در سال 1380 با رفتن طالبان اونجا انجام دادیم و الحمدلله دفتر تأسیس شد و تقریبا میشه گفت که مایه امیدی بود برای جامعه تشیع در سطح افغانستان. بعد از تأسیس دفتر برنامه های رو ما در اونجا شروع کردیم که حقیقت مطلب اینه که اهم مطالب ما، اهم فعالیت های ما حول دو محور اساسی یعنی قرآن و اهل بیت که فرمایش رسول گرامی اسلام هست اونجا ما آغاز کردیم. دفتر مرجع آل قدر حضرت آیت الله العظمای شیرازی میتوان گفت به عنوان مؤسس برنامه‌های قرآنی در افغانستان بعد از رفتن طالبان میشه حساب بشه. ما که افغانستان رفتیم تقریبا همه مساجد در یک بهت و حیرت کامل به سر می‌بردن. خیلی از مساجد خراب شده بود، خیلی از حسینی‌ها، شاید 70% حسینی‌ها تخریب شده بود، مخصوصا در شهرهای بزرگ مثل کابل، غزنی، قندهار، هرات، مزار شریف. اینا چون حسینی ها را مظهر شرک می دونستن و این بلایی بود که سر جامعه اسلامی آمد. و ما برنامه های قرآنی را در افغانستان که شروع کردیم با ارشادات حضرت آیت الله العظمای شیرازی برای این بود که بفهمانیم به مسلمانان که نه شیعه ها نه تنها قاری قرآن بلکه پیشگام در عرصه های قرآنیه. سال اولی که ما اونجا برنامه های قرآنی رو شروع کردیم و از دفتر مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمای شیرازی آغاز شد، نزدیک 92 تا کلاس قرآنی در 92 تا مسجد یا حسینی ما اونجا راه اندازی کردیم که در این مساجد هر صبح و شام تنین تلاوت قرآن بلند می شد و مایه امید برای مردم و مؤمنین محل و اطرافشون بودن. خیلی جالب بود و بین جامعه جا باز کرد تا اینکه اوضاع کشور بهتر شد. بعد از اون خیلی از مجامع دیگر، مؤسسات دیگر، نهادهای آمدن و با تأسی از دفتر مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمای شیرازی
آمدن برنامه های قرآنی رو تأسیس کردن که الحمدلله الان یک موج قرآنی در افغانستان به وجود آمده. برنامه دومی که ما روش محوری کار میکردیم برنامه اهل بیت بود، اعتراض پیغمبر بود و اون هم تأسیس مجالس اهل بیتی که در این راستا هم مراسم ایام محرم و عاشورا که در تمام جهان اسلام و جوامع شیعی یک مسئله اساسی و بنیادی است، به علاوه اینها که ما اینا رو داشتیم و حمایت میکردیم و تشویق میکردیم، به علاوه اون برنامه فاطمیه و دهه فاطمیه رو توسط دفتر مرجع بزرگوار حضرت آیت الله عظمه شیرازی راه اندازی کردیم. بنابر این شد که چون جامعه افغانستان یک جامعه جمعخصن جامعه شیعی افغانستان نیازمند خیلی برنامه های خدماتی است و نیازمند فعالیت در خیلی از ابعاد مختلف هست، بنا گذاشتیم ما فعالیت ها رو به صورت منظم و عرض کنم خدمت شما تحت یک سیستم واحد شروع بکنیم. و این شد که بعد از مشورت ما دو بخش کاری مستقل در دفتر ایجاد کردیم، یکی بخش خاص به عنوان دفتر مرجعی که دفتر حضرت آیت الله العظمه شیرازی باشه و یکی بخش خدماتی دفتر که تحت اشراف دفتر حضرت آیت الله العظمه شیرازی است. اون بخشی که خاص و مختص خود دفتر بود از قبیل چاپ رساله، حمایت از علما، هماهنگی با وکلای مرجع بزرگوار در اقصا نقاط کشور ولایت‌های مختلف، کار مهمی که ما در این راستا انجام دادیم و سابقه هم نداشتیم که خب افغانستان یک کشور است که تقریبا در طول 100 سال اخیر توسط پادشاهان و رؤسای جمهوری اداره میشه که همه‌شان حنفی مذهب هستند و سابقه نداشت که کتاب‌های شیعی در این کشور چاپ بشه. بعد از رفتن طالبان و باز شدن فضا، دفتر حضرت آیت الله عظمه شیرازی کاری که کردنه که اولین رساله عملیه یک مرجع تقلید در افغانستان را توسط دفتر همین مرجع بزرگوار به تبع رسید و پخش شد. برنامه‌های خدماتی دیگری که از طریق دفتر مثل پخش کتاب‌های دینی و مذهبی، قرآن، مفاتیح الجنان و صحیفه سجادیه، اینها از فعالیت‌هایی است که توسط دفتر مرجع بزرگوار و ایجاد خط ارتباط بین مؤمنین در افغانستان و دفتر مرجع بزرگوار در قم. بخش خدماتی دفتر مرجع بزرگوار را ما به نام مؤسسه امام هادی نامگذاری کردیم. این بخش خدماتی گرچه در درون دفتر و در ساختمان دفتر بود، اما با تشکیلات مستقل و تحت عنایت این مرجع و حمایت ها و هدایت های ایشان کارشون را آغاز کرد که برنامه های مساجد، ساخت مدارس علمیه، نه ادارهشون، ساخت مدارس علمیه، ساخت حسینیه ها و عرض کنم خدمت شما خیلی از فعالیت های خدماتی دیگر مثل حفر چاهای آب شرب، نصب تلمبه ها و بمبه های آب شرب و امثال اینها تحت عنوان این مؤسسه خدماتی و خیریه و همینطور راه اندازی خدمات به ایتام، کمک به فقرا، پخش لباس، پخش مواد غذایی و در اخیر تأسیس یک ساختمان زیبا و مجهز به نام مجتمع الایتام فاطمه الزهرا سلام الله علیها در کابل و مرکز علمی که انشاءالله به زودی تکمیل میشه به نام مرکز علمی خدیجه الکبرا و اینم در کابل، مدرسه علمیه فاطمه الزهرا مربوط به آقایان در کابل و مدرسه علمیه حضرت فاطمه معصومه برای بانوان در کابل
و تأسیس یک نشریه وزین به نام ماهنامه هادی در سالهای اول تأسیس دفتر مرجع بزرگوار حضرت آیت الله شیرازی در کابل که همکنون هم ادامه داره و تأسیسی دومین نشریه یا راه اندازی دومین نشریه دفتر مرجعی به نام نسیم که اینها جزء یا بخش از فعالیت هاییست که ما بعضی از این فعالیت ها مستقیم به نام دفتر حضرت آیت الله عظمای شیرازی انجام میشه و برخی از این خدمات و فعالیت ها تحت عنوان مؤسسه امام هادیست که در کل افغانستان به عنوان مؤسسه حضرت آیت الله عظمای شیرازی و گاهن به نام بنیاد خیریه آیت الله عظمای شیرازی اونجا شناخته شده. کاری که ما کردیم در اینجا اولین مدرسه علمیه رو در زمان طالبان به وجود آوردیم که یک نقطه امیدی بود برای جامعه شیعه و اون مدرسه علمیه توحید در شهر غزنی بود. اون مدرسه وقتی تأسیسش یا آغاز به کارش یک مدرسه کوچیکی بود، خب با اتاقهای محدود که بعداً ساختمان این رو ما تجدید کردیم در همون زمان و الان که نزدیک 12 سال از فعالیت این مدرسه علمیه میگذره میتونم به طور قطع ادعا بکنم که در هر سال میانگین طلابی که در این مدرسه علمیه مشغول به تحصیل بودن و از اینجا به حوزات علمیه در اقصان خاط جهان منتشر شدن میانگین طلابش هر سال بین 60 تا 70 نفر طلبه بوده و این خیلی جالب بوده که الان در مقاطع مختلف بین 7 تا استاد در سطح درسی اونجا در سطوح مختلف درسی تدریس میکنن، مدیری فعالی داره و همکاران خیلی مجدی دارن که در تقریبا میتونیم بگیم در اطراف علاوه بر اینکه در داخل مدرسه علمیه اینا برای طلاب دروس مختلف و امکانات مختلف را فراهم میکنن، هر ساله خود این مدرسه علمیه با عنوان مبلغ در اطراف نیروهای تبلیغی را میفرسته و توسط همین نیروهای تبلیغی برنامه‌های اسلامی، برنامه‌های احکام عقاید و شعائر اسلامی را اینا نشر میکنن، پخش میکنن و اقامه مجالس فاطمی، مجالس حسینی و مجالس مذهبی دیگر را توسط همین طلاب و علما انجام میدن. همینطور مدرسه علمی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در کابل میانگین طلابی که در اینجا مشغول تحصیل بودن بین 40 تا 60 نفر بوده که حالا در بعضی مقاطع 70 نفر کمتر بیشتر بودن، ولی میانگینش که من آمار را در ذهنم مرور کردم بین 40 تا 60 نفر بوده و الحمدلله میتونم بگم الان در چند مقطع شاگردان مدرسه علمی فاطمه الزهرا به عنوان شاگردان نمونه انتخاب شدن و از خدا امید داریم که انشالله این مرکز را تبدیل بکند به یک مرکز فعال برای خدمت به اهل بیت عصمت و طهارت. مدرسه علمیه حضرت معصومه است که برای بانوان فعالیت میکنه. مدرسه علمیه حضرت معصومه با تمام امکانات کمی که داره در بین این مدارس علمیه فعالیت‌های چشمگیری انجام داده. برای نمونه در سال 1392 یا اواخر 1391 که همین سال گذشته باشه سیمینار را طراحی کردن به نام سیمینار فاطمه الگوی برتر. به لطف عنایت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از طریق دفتر حضرت آیت الله العظمای شیرازی و مدرسه علمیه حضرت معصومه که تحت اشراف این دفتر مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمای سید صادق شیرازی داره فعالیت میکنه، این سیمینار علمی تحقیقی فاطمه الگوی برتر در راستای بهتر معرفی کردن چهره بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها را طراحی کردیم که میتونم بگم با فعالیت اساتید مدرسه علمی حضرت معصومه سلام الله علیها و شاگردان و مدیران این مدرسه این یک سمینار نمونه بوده. مشوق اصلی برای
راه اندازی مرکز خدماتی حتی در زمان مرجع فقید حضرت آیت الله العظمی سید محمد شیرازی، شخص حضرت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی بود. ایشان راهنمایی های ایشان که بارها چی در جمع و چی در خصوص در حالت بین الاثنینی صحبت های بین الاثنینی ایشان توصیه کردن، واقعا راهنمایی هایشان، صحبت هایشان و حتی سخنرانی هایشان رو که ما بین مردم پخش کردیم، مخصوصا در محافل رسمی و مجالس فاطمی، با عنوان هدیه و تحفه ما یکی از سیدی های سخنرانی این مرجع بزرگوار رو میدیم. اینا همه این صحبت ها میتونم بگم برای علما، برای جامعه و برای خود ما راهگشا بوده. من فکر میکنم جهان بینی و نحوه نگاه مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی شیرازی نقطه امیدی برای تمام شیعیان جهانه. چرا؟ که این دیدگاه این مرجع یک ویژگی خاصی داره. اون ویژگی اینه که منحصر به زمان خاص نیست، منحصر به منطقه خاص نیست، مختص به کشور خاص نیست. من افتخارم اینه که تحت عنوان دفتر مرجعی کار میکنم که این مرجع همانند ولی و صاحب امرشون آقا بقیت الله نه متعلق به کشور خاصی است، نه متعلق به قوم خاصی است، نه متعلق به نژاد خاصی است. و همین مسئله موجب شده که در اقصا نقاط و جبال شیعه‌نشین افغانستان مردم عاشق این مرجع بودند. در زمانی که حضرت زینب سلام الله علیها و امام حسین علیه السلام کودک بودند، روزی حضرت زهرا سلام الله علیها خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید و عرض کرد: از محبتی که بین حسین و زینب است در شگفتم. زینب بدون حسین لحظه ای قرار ندارد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله با شنیدن این حرف دگرگون شدند، اشک به دیده آورده آهی کشیده و فرمودند: این دختر همراه حسین به کربلا می رود و در سختی و مصائب حسین شریک او خواهد بود. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.